هنوز مردم منتظر بودن که شاه یه کاری بکنه و به تدریج بره به طرف اجازه مشارکت مردم در حال کارها، که متاسفانه اینطور نشد. ادهی معتقدن که اون بله قربانگو هایی که اطراف شاه رو گرفته بودند او رو به بسیاری از این خودرأیی ها و این به صورت فردی تصمیم گیر بودن کشوندن و در واقع او رو به صورت یه دیکتاتور در بردن. آیا این تعبیر درسته یا اینکه شرایط زیادی عامل شده بود که این تغییر رو که خود شما ملاحظه کردین به وجود بیاد؟ نه، این تعبیر مطلقا غلط. تفاوتی که پیدا کرده بود، اگر شما جزو کسانی بودید که حرفتون رو به شاه میزدید، این شما رو میذاشت کنار، دنبال یه نفر دیگه میرفت که هرچی دیگه تایید بکنه. صحیح. بعد هم اگر یک نفر خودش نمیخواد که مداخله در کارها بکنه و میخواد مردم وارد کارها بشن، مشاوران هم که دور خودش انتخاب میکنه کسانی خواهند بود که با این نظر موافق باشن، نبره دنبال کسانی که بگن بله بله همینطوریست که شما میفرمایید. واضحه که خود شاه بود. بله. از چند نفر از کسانی که اون موقع در کابینه های مختلف خدمت کرده بودن، رئیس سابق سازمان برنامه عرض کنم که و دیگران، شنیدم که شاه در بسیاری از موارد حرف شنوی داشت وقتی که کسی پیشنهاد. ببینید اینا برای این که کاملا درسته حرفتون، رئیس سابق سازمان برنامه منظورتون مهدی سمیعیه؟ همینطوره، بله. آره، فقط و فقط مهدی سمیعی، نه رئیس هایی که بعدن اومدن به سازمان برنامه. صحیح. اون یک سالی که مهدی سمیعی در اونجا بود درست همین حرفی که میزنید صحت داشت، ولی اون زمان او هم جزو کسانی بود که از همون موقع انقلاب شاه و ملت شده بود رئیس بانک مرکزی و در شورای اقتصاد شرکت میکرد و در اونجا همه ما که از جمله او حرفش سریع میزد، بنابراین همون راه میخواست ادامه بده. بله. وقتی رفت سازمان برنامه بیشتر از یک سال دموم نیوورد، ناچار شد استعفا بده بره کنار. و بعد رئیس قبلی سازمان برنامه که اصفیا بود، او هم به همچنین، برای که اصفیا خیلی هم مورد احترام شاه بود، خیلی مورد احترام شاه بود، ولی میگم اینا همش مال همون دوره بود که میشد حرف زد. صحیح. بعدن دیگه این خبرها نبود و متاسفانه هویدا که از نظر انتلیکتوالی آدم برجسته‌ای بود، بله، ولی او هم خیلی راحت این شرایط رو قبول کرد متاسفانه. آقای دکتر علی خانی، میدونم که خستتون کردم، اگر که اجازه بدید هفته آینده در یک چنین ساعتی من مجددا دنباله سوالاتم رو خدمتتون مطرح بکنم، اگه اجازه میدید. اشکال نداره، وقت بگذاریم با هم صحبت بکنیم. بله، بی‌نهایت ممنونم، به شما روز بخیر میگم و مجددا تشکر میکنم از اینکه دعوت من رو پذیرفتید و وقت دادید به من. خواهش میکنم. خب شنوندگان گرامی، متاسفانه قسمت اول صحبت های من با آقای دکتر علی خانی یک کمی مشکل داشت به علت ارتباطی که گاهی قطع و وصل میشد، ولی من نمیخواستم صحبت های ایشون رو قطع بکنم. نکاتی رو که آقای دکتر علی خانی مطرح میکنن و کسانی که کتابهایی رو که آقای دکتر علی خانی در واقع ویراستاری کردن در 7 جلد، خاطرات علم رو، صحبت‌های زیادی پیرامون اون هست. عده زیادی معتقدن که اینها تمام یه مسائل ساختگیه و در واقع برای کوبیدن شاه هست یا کوچک کردن او هست. عده معتقدن که یکی از مهمترین اسنادی است که به جا مونده بعد از حکومت پهلوی، و من علت این که صحبتم رو تموم کردم با آقای دکتر علی خانی این هست که دکتر علی خانی خب در سنین بالا هستن و مشکل صحبت طولانی برای شد. من این رعایت رو میکنم و هفته آینده اگر که امکان داشته باشه حتما این صحبت ها رو ادامه میدم، به خصوص راجب نکات بسیار دقیقی که دکتر علی خانی در پانوشته های کتاب یادداشت‌های علم در اکثر صفحاتش مطرح میکنه، یعنی نکته ای رو که علم در یادداشتش مطرح کرده و اظهار نظری کرده و فرض بفرمایید که در رابطه با اون طرز تفکری که داشته با پادشاه صحبت کرده و نکاتی رو عنوان کرده، اگر که اون نکات
با واقعیت روز تفاوت‌هایی داشته، دکتر علی خانی اون پایین صفحه توضیح دادن که یک چنین چیزی نبوده. مثلا در مورد جنگ اسرائیل و اعراب، نکاتی رو که علم مطرح میکنه توضیحات دقیقی رو دکتر علی خانی در این رابطه میده و تصحیح میکنه حرفای او رو که چنین چیزی نبوده. یا اینکه در یادداشت‌ها اگر که واژه‌ای به کار رفته که اون واژه به جا نبوده، باز دکتر علی خانی واژه‌ای رو که او به کار برده ذکر کرده و واژه درستش رو هم همچنین.